بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان عزیز، با چینل یوتیوب اسلام تاک افغانستان خوش آمدین. به امید صحتمندی و سلامتی هر یک شما، باز هم با ترجمه یکی از ویدیوهای دکتر صاحب ذاکر نایک خدمت شما قرار گرفتیم. خدا کنه که مورد پسندتان قرار بگیره، و اگر چینل ما رو تا حالا سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنین و در قسمت شیر نمودن ویدیوها با ما همکار باشین تا خداوند به شما حجر دنیوی و اخروی نصیب کنه. شام بخیر دکتر ذاکر نایک، من سنجی تکر هستم. اولا خوب با احترام گذاشتن به خواهرها و برادرای مسلمانم، من میخواهم یک بیان کوتاه داشته باشم. دین والاتر از ای است که یکی به دین دیگه برتری داده شود. دین یعنی دیدن، ببین که خدا در وجود همه ظاهر است. خدا در وجود ماست، در وجود اوناست، در وجود اوناست، در وجود همه دیده میشه. اگر ما در جستجویش باشیم، اگر ما او توانایی را داشته باشیم. و دین درباره دوستی، محبت و همپذیری است. خب حال درباره حرفای شما که گفتین که ادیان دیگر در مقابل اسلام همیشه ناکام شدند، این یک موضوع است که ما میتونیم به ساعتها دربارش گپ بزنیم، اما ما اینجا وقت کم داریم. پس من دو سوال از شما میکنم. سوال اول من این است که اسلام و قرآن بت پرستی را منع کردن، اما باز هم مردم در اطرافش، و شما گفتین که 20 اشتباه و غلط فهمی درباره اسلام است، 13 از اونا را من اینجا نبودم نشنیده. خب این سوال اول من بود. سوال دومی من، برادر فقط یک سوال حق داره. نه مشکل نداره، بانش سوال دیگه خودم بکنم. اصلا سوال دومی ما هم در ارتباط ازمی است. هیچ کدام گپ نیست برادر، سوال دومی خودم بکو، مدل بزرگ دارم. تشکر، بسیار مهربان هستید. و سوال دومی ما درباره آذان است. تا جایی که من میفهمم آذان سالهای پیش مردم آذان میدادن، در زمانی که هنوز ساعت وجود نداشت و مردم نمیفهمیدن که چند بجه روز است، و تنها مردم به واسطه آذان میفهمیدن که چی زمان است و کدام نماز وقتش رسیده. اما قسمی که آشکار است، امروز ما به او ضرورت نداریم، چرا ما امروز ساعت داریم. پس چرا هنوز هم ما آذان میتیم و از آذان استفاده میکنیم؟ فقط این دو سوال داشتم. برادر دو سوال کردن، اما قبل از اینکه سوال خود بگوین دو انتقاد داشتن. من دو بیان داشتم، دو انتقاد نه، فقط یک بیان بسیار مختصر بود. آیا بیان و اعتقاد متضاد هستند؟ این یک بیان بود که گپ‌های شما را چالش میداد. درست است، یا انتقاد کردی یا بیان کردی یا چالش دادی، مشکل نداره. بله هر رقم که شما خوش دارین. اگر چالش ها میتی مشکل نیست. خودت گفتی که ذاکر برادر وقتی که درباره چیزهای دیگه گپ میزنی باید بسیار بردبار باشی، و گفتی که من قبلا گفتم که همه ادیان دیگه در مقابل اسلام ناکام شدن، اونا در مورد ساینس ناکام شدن. جمله من مکمل بگو، نصف نکنش. وقتی کونا را با ساینس مقایسه میکنی، پس تو فقط نیمه گپ مرا گفتی. ما گفتم اگر شما ادیان دیگه را با ساینس مقایسه کنین اونا ناکام میشن. تو گفتی که ما میتونیم در این باره ساعتها گپ بزنیم. ما اینجا به این خاطر نیستم. ما آیات از ویداس براتون میگم، ما مشکلات از ویداس براتون میگم، اما ما نمیخوایم که بگویم. اگر شما میخواین که ببینین گفتگوی مرا با دکتر ویلیام کمپل در باره قرآن و بایبل ببینین. چرا ما او را انجام دادم؟ به خاطر کونا یک کتاب نوشته کرده بودن به نام 30 اشتباه عمده در قرآن است، و به مدت 8 سال هیچ کدام مسلمان بر زو جواب نداد. ما به شیکاگو رفتم و همراهشان بحث داشتم و تمام جواباشان برشان گفتم، و ما 38 اشتباه را در بایبل برشان گفتم و اونا یکیشم جواب نداشت. ما همراه عالمای شما هم بحث داشتیم، نه همراه تو، شیشیری روی شنکر چندین تای دیگه. وقتی که ما همراه اونا بحث داشتم، اونا مرا غلط ثابت ساخته نتونست، و حال تو آمدی مرا میگی که نخیر. نه ما نگفتیم که شما اشتباه میگی، شما گفتین که به 5 ساعت دمرای من میتونین بس داشته باشه، اما من علاقه من نیستم. وقتی که من با خوبای شما با سرای شما بس داشتیم، اونا نیم ساعت هم پیش من تا باوره نتونستن. آیا تو فکر میکنی که من احمق هستم که 5 ساعت دیجا برای تو بس کنم و وقت مزایی کنم؟ خب وقت محدود است، شما اصلا در باره من قضاوت اشتباه میکنین، علم مرد شما هیچ میگیرین. گپ در نظر گرفتن نیست، بسیار مردم است که میگه دکتر ذاکر نایک ما همراه شما میخواییم بس داشته باشم. تو تنها نیستی، بسیاری کسا هستن.
و ما برشان گفتیم که اگر میخواین که امرای ما بس داشته باشین، شما باید بسیار طرفدار داشته باشین. و برشان گفتیم که اگر شما 10,000 نفر جمع کرده میتونین، اینجا شما میبینین 20,000 نفر است. بر ما گفتن که 20,000 نفر است. اگر 10,000 نفر جمع کرده میتونین، ما حاضر هستیم که امرای شما بس داشته باشیم. پس ما نمیخوایم که امرای تو بس داشته باشیم و نمیخوایم که تو را مشهور بسازیم. وقتی که تو امرای ما بس کنی، اینجا میلیون ها نفر تو را میبینن. مسلمان ها برام میگن که اینجا بسیاری نفر ها میخوان که امرای تو بس داشته باشن. هر کسی که 10,000 نفر، بسیاری نفر هست اینجا که 10,000 نفر جمع کرده میتونن. شیشی و روی شنکر، بابا رمی دیف، بینی گراهام، فانکلن گراهام، موریس ریلو، بینی هند، تمام اینا اشخاص مشهور هستن. میتونن 10,000 نفر، 20,000 نفر، 50,000 نفر، 100,000 نفر جمع کرده میتونن. برو تو و اونا را قانع بساز و هر چیزی که تو داری به اونا بده که بیان اونا هم رای ما بس کنن. اونا اصلا هیچ همون چیزایی که تو داری او را نمیگیرن، چرا که میفهمن که چیزایی که تو داری در مقابل ما ناکام میمونه. این حال ما دین شما هستن. ما برای تو چی میگم؟ اگر تو واقعا بسیار یک مدرک معتبر داری و بسیار تو لایق هستی، پس این چیزای تبته به یک شخص، به یک رهبر هندوی شما که او بسیار مشهور است و از خود علاقمند داره. تو میگی که من میخوام امرای تو بس داشته باشم. این کارا را در زمان قبل ما کرده بودم. حالا هر کسی که زشت، خوب، مقبول، بدرنگ، هر کسی که باشه که 10,000 نفر جمع کرده بتونه، او این کارا به خاطر مشهور شدن نمیکنه. و ما میتونیم که بس داشته باشیم در مزار هم، اما برای تو میتونی که امرای شاگردای ما میتونی بس کنی. چه وقت تو به بمبئی میایی؟ ما اوجا صدها شاگرد دارم، ما اوجا شاگردای دارم که خوش دارن که بس کنن. و هر وقتی که تو میخوای به بمبئی بیایی، 1, 2, 3, 4 هر قدر که تو خواسته باشی، فقط زمان مکان بر ما بگو، ما بر تو آماده میکنم که امرای اونا بس داشته باشی. بسیار گپ خوب است، عالی است. آیا میشه که همون سوالای من را جواب بدین؟ ما سوالات جواب میتم، جواب میتم. بخاطر که تو مرا چلنج دادی، نه؟ چلنج شما نسبت به جواب شما بسیار مهم است. جوابا را خود 100 باری جمع جواب دادیم. بخاطر همین من میگم که من نمیخوایم بالای کس انتقاد کنم، مگر ای که مرا مجبور بسازن که انتقاد کنم. این گپ ما بخاطر زدم که راحل بسیار گپ زد، از این خاطر من این گپ برش گفتم. اگر نیمده بیان خود هیچ وقت سر ادیان دیگه انتقاد نکردیم. تشکر، تشکر. امیر من میخواستم که بشنوم، همین چیزا میخواستم بشنوم. چرا که دین برتر از این انتقاد گرفتن است. اما باید که ما حقیقت هم بگوییم. اگر تو بگوی که چرا استاد میگه 2 + 2 = 3، یه استاد بالای من انتقاد میگیره. و اگر کسی جا بگوی که نه، 2 + 2 = 3 است، 2 + 2 = 3 است. ببینین، فقط ای که نظر یک شخص نسبت به نظر شما مختلف است. او از یک دیدگاه مختلف یک دین میبینه. ای به این معنی نیست که او شخص یک کار اشتباه میکنه. نظر نه، 2 + 2 = 4 است، این را همگی میدانم. اما اگر کسی از قریه میاد و میگه که 2 + 2 = 3 است، ما با بسیار مهربانی برش میگم که، اما اگر او بسیار پافشاری کرد، باز ما میگم دیگه بیادر بس است دیگه. چرا که ما میفهمم الحمدلله، ما نمیخوایم بالای کسی انتقاد بگیرم. اگر کسی مرا مجبور کرد که انتقاد بگیرم، که تو حتما برای ما یک جواب بده، یک اشتباه برای ما بگو. ما نمیخوایم که برادرای هندوی خود خفه بسازم. ما میخوایم که دل اونا را به دست بیارم. و الله سبحانه تعالی در قرآن گفته، در سوره فصلت جزء 41 آیت 34، که همراهشان با خلق خوش رفتار کو، دل دشمن را به دست بیار، شکست نده. پس ما دل ایم اشخاص را به دست میارم، با اونا کدام ضربه نمیرسانم و حتی به تو هم نمیخوایم که ضربه برسانم. و میخوایم تو را هم ببرم و انشالله با جواب دادن به تو دل تو را هم به دست میارم. به نظر ما یک شیوه که دل انسان را به دست بیاری، او انسانیت و خلق نیک است. و شما به حد رسیدین، مثلا یک انسان که به پختگی میرسه، او شخص بسیار یک شخص بردبار میشه. است، مگر اگر او بر تو ضرر میرسونه، خداوند میگه که من تو را به دوزخ میندازم. خداوند هم بسیار بزرگ است. اما ای به این معنا نیست که ما مخالف گفتار او عمل کنیم. بردبار بودن به این معنا نیست که ما به شما یک جواب بسیار خوب میتم و مردم دیگر را ایجا گمراه میکنم. در اون صورت دیگر عدالت نمیشه. ما تو را ایجا بگویم خوب است بچه‌م، 2 + 2 = 3 است، ایجا 1,000 نفر دیگر نوشته میکنه که 2 + 2 = 3. به خاطر که ذاکر این گپ گفته، این بردبار بودن نیست، این بی‌عدالتی است. و حال درباره سوال شما. تشکر. اولین سوال را که برادر ما کردن که گفتن 30 غلطی در اسلام است، بله، 11 است.
که اگر اسلام مخالف بت پرستی است، پس مردم چرا در مقابل کعبه خم میشن و نماز ادا میکنن؟ هیچ مسلمان کعبه را عبادت نمیکنه وقتی که نماز میخونن. کعبه فقط قبله است. ما مسلمان ها به اتفاق باور داریم و وقتی که ما نماز میخونیم، فکر کو که اگه ایجا ما نماز ادا کنیم، یکی بگه ما به طرف شمال نماز ادا میکنم، یکی بگه به طرف جنوب، یکی به طرف شرق و یکی به طرف غرب، به خاطر اتفاق الله تعالی در سوره بقره میفرمایه که هر جایی که قرار دارین قبله تان به طرف کعبه باشه. پس کعبه تنها قبله است. ما به طرف کعبه به سوی قبله رو میاریم، اما هیچ کسی او را عبادت نمیکنه. در قدیم مسلمان ها حوالین اشخاصی بودند که نقش جهان جور کردن. دان الید روسی 1154 قطب شمال پایین ساخت و قطب جنوب بلند، اما کعبه در میان قرار گرفت و یک شخص خارجی آمد نقشه را سرچپه ساخت و باز هم کعبه در مرکز قرار گرفت. اگر تو به طرف شمال باشی باید طرف جنوب روی بگردانی، اگر جنوب طرف جنوب باشی به طرف شمال، اگر طرف شرق باشی به طرف غرب، اگر طرف غرب باشی به طرف شرق، چرا که کعبه در مرکز قرار داره. پس ما او را فقط قبله خود قرار میتیم، سمت خود. هیچ کسی او را عبادت نمیکنه. و وقتی که ما به عمره میریم، به حج میریم و ما به اطراف کعبه طواف میکنیم، شاید سوال کنی که چرا ما به اطراف کعبه طواف میکنیم؟ ما به خاطر این کار میکنیم چون امر الله سبحانه تعالی و پیغمبر او است. اما دلیل منطقی را که من فکر میکنم شاید این باشه که هر دایره یک مرکز داره. پس زمانی که ما به اطراف کعبه طواف میکنیم یعنی یک مرکز وجود داره، به همین دلیل یک خدا وجود داره. و همچنان اگر باز هم شما اشتباه دارین، حدیث وجود داره صحیح بخاری جزء دوم کتاب حج چپتر 56 حدیث 675، حضرت عمر رضی الله عنه دومین خلیفه اسلام، اونا گفتن که این سنگ سیاه به حجر الاسود اشاره کردن که این سنگ سیاه به من نکنم فایده میرسونه و نه ضرره، فقط پیغمبر ما ایره بوسیده و ما هم میره میبوسم. همی بیانه که این سنگ سیاه به من نکنم فایده میرسونه و نه ضرره، ایره ثابت میکنه که ما مسلمان ها کعبه را نمیپرستیم. در زمان پیغمبر ما اوجه اصحابه بودن که بالای کعبه بالا میشدن و اوجه آزان میدادن. هیچ کدام بت پرست هیچ گاه بالای کدام بت استاد نمیشه و که آزان بده. پس ایره ثابت میکنه که هیچ مسلمان کعبه را پرستش نمیکنه و تنها قبله ما است و بس. درباره سوال دوم شما، خدا کنه که جواب اولی ما شما را قانع ساخته باشه. بدون شک. بله تشکر. 50% مدل شما را به دست آوردیم، حال 50% دیگهش مانده. سوال شما ای بود که سالهای قبل، قرنهای قبل، وقتی که ساعت نبود آزاد میدادن تا مردم زمان و وقت بفهمه، و حال خو ساعت وجود داره و همه چیز وجود داره، حال چرا آزاد میدن؟ دلیلی که ما آزاد میتیم بسیار دلایل داره، اما یکی از او ای است که به مردم گفته شوه که وقت عبادت است. با ما گپ بزن، هر کس در وقت امتحان ساعت داره و بازم استاد وقتی که وقت پوره میشه مو زنگ میزنه که وقت پوره شده. پس تو به استاد مکتب بگو که تو چرا زنگ میزنی؟ حال هر کس خود ساعت داره میبینه وقتا، بخاطر که به همه بگوی که وقت رسیده و وقت تمام شده. پس آزان امروزی ما میتونیم که یک ساعت بزرگ داشته باشیم و یک زنگ بسیار بزرگ، اما پیغمبر ما گفته که زنگ خوب نیست. به می اساس عیسوی ها اونا زنگ دارن، بعض ادیان دول دارن و پیغمبر ما گفتن که نه، این زنگ و دول گپ خوبی نیست. کسی برشان گفتن که صدای انسان چطور و اونا خوش کردن و از همه چیز کرده صدای بشر خوب است و آذان ما یک پیام داره. زنگ یک پیام داره که فرزن وقت تمام شده یا وقت شروع شده. زنگ پیام های مختلف داشته میتونه. فرزن جای حریق میشه، باید مردم بگریزن. زنگ حرف زده نمیتونه. زنگ میزنی خوب اونجا حریق شده، بدوین بگریزین. در آذان یک پیام است که میگه الله اکبر الله اکبر، یعنی خداوند بزرگ است، چهار بار گفته میشه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، یعنی که من شهادت میدم که هیچ معبود نیست به جز از الله و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام پیغمبر خدا است. حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، به نماز بیایید، به نماز بیایید. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، به سوی رستگاری بیاین، به سوی رستگاری بیاین. این پیام میته
خدا بزرگ است، خدا بزرگ است، خدا بزرگ است، خدا بزرگ است. 4 بار هیچ خدایی وجود نداره به جز الله. حضرت محمد بنده و فرستاده خدا. بر توی پیام میته که پیغمبر شما حضرت محمد، تو باید او را عبادت نکنی، او تنها یک پیغمبر است، او بنده خداست. 5 بار در روز گپ در گوش ما زده میشه که حضرت محمد فقط پیغمبر خداست، او الله نیست. به سوی نماز بیا، به سوی نماز بیا، به سوی رستگاری بیا، به سوی رستگاری بیا. الله اکبر، الله اکبر، الله بزرگ است، الله بزرگ است. پس یک پیام است که بر تو میگه که وقت نماز رسیده و در حین زمان میگه که یک خدا وجود داره. فقط این یک پیام است و خوبی و مقبولی از این است که در هر نقطه جهان بری این به یک زبان، به زبان عربی خوانده میشه. اگه این قسم نمی بود تو در فرانسه میرفتی یک نفر چیغ میزد میگفتی چی میگه، مرا دعو میزن. پس در تمام جهان به زبان عربی است. حتی اگر ما زبان عربی را هم نمیفهمیم، حداقل ترجمه آذان را میفهمیم. پس این به ما یک گوشزد است. و در نماز صبح یک گوشزد دیگه هم داد که میگه از صلات و خیر و من النوم، نماز بهتر از خواب است. باز برد میگه که نماز بهتر از خواب است. وقتی که توی را بشنوی تو میگی هو، نماز بهتر از خواب است، میخیزی از جای. اگر زنگ موبایل باشه مگده دقیقه دگاه مورد تال میتون سنوز میمانمش، سنوز خو میفهمی در دقیقه دگاه در سنوز. اما در آذان از صلات و خیر و من النوم، تنها در آذان صبح نماز از خواب کرده بهتر است. پس در این یک پیام است. با وجودی که تو ساعت داری، مجبور به این نیستی که ساعت ببینی. و ما نماز را جماعت ادا میکنیم. پیغمبر دوست داشتنی ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث گفتن که شما 27 مرتبه ثواب بیشتر میگیرین که نماز با جماعت ادا کنید. پس آذان به تو گوش زنی میکنه که جماعت در حال آماده شدن است. پس تو میفهمی وقتی که آذان دادا میشه در جریان 20 دقیقه جماعت شروع میشه. تو پس آماده میشی، وضو میگیری و خدا آماده میسازی و به مسجد میرسی. اگر آذان نمی بود مثلا، بسیار مردم وقت نمیفهمند، چرا که وقت در تغییر است. من نمیفهم که آفتاب امروز چند بجه غروب کرده. آی تو میفهمی گپا برادر؟ آی تو میفهمی وقت طلوع آفتاب و غروب آفتابه؟ بله، در حالت تغییر است همه روزا. امروز چند بجه بوده میفهمی؟ نه نمیفهمم. بسیاری مردم در اینجا نخواد بفهمند. با وجود که تو یک آدم عاقل هستی و ساحت هم داری، و یا اگر آذان باشه هو وقت رسیده، مبرم باید نماز خواندن. پس حتی در زمان ساینس و تکنولوژی این یک گوشزد است برای ما، و این گوشزد برای ما پیام هم میرسانه و تو را به سوی حق دعوت میکنه و به سوی رستگاری دعوت میکنه. به همین دلیل است که 100 سال پیش، 1000 سال پیش این گپ درست بوده، ولی همین درست است و حتی در آینده هم این خواهد درست. امید که شما را قناعت داده باشم. بسیار زیاد تشکر از شما. حداقل درباره دو سوال خود دل شما را به دست آورد. بله واقعا درست گفتین. تشکر از شما. با ما را خداوند دعا میکنم که شما را هم هدایت کنه و ما را هم هدایت کنه.